دانشجویان دانشگاه هنر که از آغاز سال تحصیلی جدید با مشکل سرویس رفت و آمد روبرو بودند، بارها بارها خواسته خودشان را از شیوه های مختلف پیگیری کردند، اما به جواب مورد نظرشان نرسیدند. تا اینکه با افزایش فشار، کارگزاران رژیم در دانشگاه را وادار کردند به خواسته هایشان تن بدهند. یکی از دانشجویان در این باره گفت: ما تومار امضا کردیم، بارها درخواست کردیم، اما کسی به حرفمان گوش نکرد. اما وقتی تهدیدشان کردیم که دیگر تحمل نمی کنیم، به ما گفتند فرم درخواست بدهید بررسی می کنیم. اینطوری مجبور شدن رسیدگی کنند. آنها زبانی غیر از این نمی فهمند. باید با زبان خودشان با آنها صحبت کرد تا به نتیجه رسید. دانشجوی دیگری در رابطه با مشکلات صنفی دانشگاه گفت: در حال حاضر مشکلات صنفی و سلف دانشگاه قابل توجهه. ما بارها ازشون خواستیم که به این موضوعات رسیدگی کنند و مشکلات رو حل کنن، اما اگه باز هم به حرفامون گوش ندن، خواسته هامون رو به شیوه دیگه ای بیان میکنیم. و یک دانشجوی دیگر هم نظر خود را در مورد کیفیت غذا اینطور بیان کرد: کیفیت غذای سلف خیلی پایینه، کسی هم به این وضعیت رسیدگی نمیکنه. چند روز پیش دانشجو برای اعتراض به این وضعیت اعتصاب غذا کردن و در سلف دانشگاه رو بستن. حال ببینیم که رسانه های رژیم در پاسخ به این وضعیت دانشگاه ها چه حرفی برای گفتن دارن. رئیس صندوق رفاه دانشجویی از تلاش برای افزایش تسهیلات به دانشجویان، به ویژه دانشجویان روزانه و در صورت امکان دانشجویان شبانه خبر داد. خب اینجا داره از افزایش تسهیلات صحبت میکنه، ولی وقتی جلوتر بریم افزایش قیمت از آب در میاد. از سال تقریبا 86 افزایش قیمت غذایی نداشتیم. خیلی تعلق خاطری هم نبود با قیمت 175 تومن. 4 سال هم افزایش پیدا نکرد. به شدت دانشگاه مشکل داشتن و کمترین پیشنهادا رقم 500 تومان بود که ما آوردیم از 290 تا 485. ظاهرا انتظار داره برای افزایش 2.5 برابری قیمت بهش مدالم بدن. پس افزایش تسهیلاتی که ازش صحبت میشد این بود که این آقا سقف قیمت رو از 500 تومان کرده 485 تومان. دانشجو هم باید قدر این 15 تومان رو بدونن، چون اگه هر روز 15 تومن صرفه جویی کنن آخر سال میتونن باش 13 تا تخم مرغ بخرن. ما دانشگاه رو خواهش کردیم اونایی که الان زیرساختاشون فراهم بود اقدام به دونو غذا کردن. به مرز اینکه زیرساختا فراهم شد و دانشگاه تونستن این بحث رو به خوبی پشت سر بذارن، ما تا 3 نوع غذا این رو افزایش بدیم. آها، پس معلوم شد که اگه تا الان از این صحنه ها ایجاد میشد همه پشت خواهش این آقا مونده بودن. یعنی از این به بعد دانشگاهی هایی که زیر ساخت دارن غذای دوم مثل کرم 2 سانتی به غذاهای دانشجویان اضافه می کنن و بقیه هم دیگه همین کیفیت رو چند سال دیگه تحمل کنن تا یا زیر ساخت ها فراهم بشه یا خودشون دیگه فارغ التحصیل بشن و برن. رئیس صندوق رفاه دانشجویی به دانشجویان نیز توصیه کرد اقساط خود را به موقع پرداخت کنند تا این صندوق مجبور نباشد برای عودت تسهیلات اعطایی به دانشجویان پیگیری های لازم را انجام دهد. پیگیری های لازم هم برای اینه که یک موقع کسی توی این همه تسهیلات اعطایی غرق نشه و فکر کنه روی دریای نفت خوابیده. نه خیر، اینجا هنوز حاکمیت ولایت فقیه و فقط اونه که روی دریای نفت میخوابه. شهریه این ترم افزایش پیدا کرده. در مورد شهریه هم یک کسی شاکی نباشه، چون ما برای دانشجویان سال قبل افزایش شهریه نداشتیم، ولی در واقع ورودی های جدید رو به طور میانگین حدود 10% افزایش داشتیم. اگر واحدی خلاف اون چه الان عرض کردم انجام بده قطعا تخلفه. یعنی اگه هم از کسی جایی چیزی اضافه گرفتن، یا میتونه خودش ببخشه یا میتونه بره از این تخلف شکایت کنه. البته هر وقت توی این مملکت برای اختلاس های 3000 میلیارد تومانی که در بالای خبرها گم و گور میشن مجرمی پیدا شد، ممکنه به این تخلفات خردریز هم رسیدگی بشه.